عباس عزیز، عاشقانه سروده ایم تقدیم به تو. عباس جون داداش، تعارف نمی کنم، میگم یکی دو ساعت بیاین خونه ما استراحت کنید و بعد بریم قضیه. صفای مرام شما، این دو ساعت دیگه انشالله خونه این دیگه. باش. میگم سعید هم دل تو دلش نیست، میخواد آقا جونشو به خانم فرنگیش تو پرایس کنه. آره حتما، امشب اخبار رو گوش کن، احتمالاً آقا جون تو قزوین قیام بخواه. تو بیا قزوین یه قیمه‌نثار یاد بدیم صفاشو ببری. خواهش میکنم، نوری چشمایی، سوال دفاعی وظیفه هست باستی شما دارم رالی مده، وظیفه همونه
دوری دیدار دوبارمون فکرتو تو سرم انداخت باز، درست مثل آتیش نیمه جونی که بخواد دوباره شعله ور بشه. فکر کنم عشق یعنی همین، ولی خیلی چیزا هست که تو ازشون خبر نداری عباس. تو این دو سال منم برای زندگی آیندم برنامه ریزی کردم. اصلا نمیدونم، شاید دو سال دوری از ایران تو رو عوض کرده باشه و دیگه به من فکر نکنی. آقا سعید. سلام. سلام. یه تو چه خبره؟ کباب مخصوص آقا جون. بزن بریم که به موقع اومدی مادر آنی خانم دوستت ده. نه باید برم. شیری و روبا. ملا میگم واسه. تو چی؟ چه خبر؟ زنگ زدم پایگاه محل خدمتمون معلوم شده. خیره انشالله. کجاییم؟ من مهرآباد، تو دسفول. پس فردا باید بریم تهران نامه ابلاغو بگیریم. قسمت نبود با هم باشیم. آره حیف شد. حالا شاید بشه یه کارایی کرد. بریم تهران ببینیم چه خبره. قصه نخور. شاید جور شد منم اومدم دسفول. نه بابا تو برای چی بیه؟ خداحافظ. راستی دایی تو دیدم آقای حکمت. آه خب چی شد؟ هیچی پرسید منم گفتم کجا افتادیم. خداحافظ. باش. اگه شما اجازه بدین میخوام به عباس جواب مثبت بدم. من همیشه دلم میخواست که تو مستقل بار بیاری، خودت واسه زندگی خودت تصمیم بگیری. الانم داری بزرگترین تصمیم زندگی تو میگیری. هرچی هم که باشه من بهش احترام میذارم، ولی باید به منم حق بدی. من به عنوان پدرت. همه پدرها موقع ازدواج دختراشون دلشوره دارن. خب زندگی کردن با یکی مثل عباس که شغل خاصی هم داره خیلی فرق. ببین دخترم، من حس تو رو نسبت به عباس خیلی خوب میفهمم. از طرف میدونم اونم پسر خیلی خوبیه. هر دوتونم لیاقت هم دیگه رو دارید. منتها مسئله زندگی فرق میکنه. ازدواج بحث یه روز دو روز نیست. الان داری با کسی ازدواج میکنی که به خاطر موقعیت شغلیش هر روز باید یه گوشه از این مملکت خدمت کنه. الان هم داره وسایلش رو جمع جور بکنه بره دسفول. اینجوری میتونی مثل اون خونه به دوش زندگی کنی؟ بله.
دادم. خسته نباشی، موفق باشی. خیلی ممنونم سر. دم پایگیر تو خوش اومدی. مدیون زحمات شما هستم. انشالله که همیشه مثل باب با غرور باشی. بفرمایید زنده جان، خوش آمدید. شما درد بفرمایید. خیلی ممنون. بفرمایید خانم. خانوما خوش اومدین. مراقب باش نیوت. تو حالت خوبه؟ حالم خوب بود، زن میستاندم بالام جان. چشات باز کن ببین خوشت میاد. وای چقدر باصفا. خیلی باصفا. بریم تو. بفرمایید. من با اجازه در زودتر باز کنم. بفرم. خیلی خوش آمده این صفحه قدمتون رفتم. بفرم خیلی. ببخشید. خیلی خوش آمده. باورم نمیشه عباس، دستت درد نکنه. خیلی خوبه. جناب سروان با سلیقه. جدی؟ خب پس خدا رو شکر. دهنمون رو شیرین کنیم زنده جان. بفرم. خیلی ممنون. از زندگی دایی باید تشکر کنیم. والا من راضی نبودم اینقدر زحمت گرفتم. منم ازشون خیلی ممنون. اختیار داریم. این وسایل مثل اسباب بازی دوران بچگیه. ایشالا تنتون سالم باشه. دلتون خوش. در کنار هم دیگه ایشالا همه همون. ایشالا. بفرم. ای راستی بچه همونو بهت نشون ندادم. ببینم بابولم جان. بچه همون؟ بابولم جان. یه پسر کاکلزری، گل پسری تو باغچه پیداش کردم، مامانش هم پیشش نبود. تفلی جانم، اسمش هم گذاشتم با هم انتخاب کنیم. این چه وضعی داره گردنه؟ گفتم دیگه بچه‌مو میره کوچه خیابون گم و گور نشد. بالام جان، بالام جان، بالام جان، بالام جان. بچه خسته که نشدی؟ نه. پس به افتخار خودتون یک دست بزنید. کلی خواهش، تمنا، گریه، اظهاری، التماس که اجازه بدیم ملیه خانم بیاد اینجا درس بده. رو سفیده مون کنی یا؟ دستت درد نکنه، باورم نمیشه. یه بالم جان، صبح تا شب فقط ما باید شما رو سورپرایز کنیم دیگه. انشالله شما از خجالت ما در بیاییم بمیز بیاریم. حالا یه منت بذارم. حالا کی باید برم درس بدم؟ با
حالا تا اونجایی که من میدونم بچه‌ها الان سر کلاس منتظرتن دیگه، خود بیان. عباس خیلی دیوونه. ما بیشتر. مامازم خواهد باش. شما بیشتر. آه. استقبال سهولم شروع شد. برو که دیر نشه. خدافظ. خدافظ. Are you ready? Yes, sir. I'm ready. Excellent. Target hit. It was very good. Thank you, sir. You're welcome. What did you say? I said, thanks, God. It was real good. Thank you, sir. Excellent. Here you go. Thank you, sir. You're welcome. Abbas, I believe in God too. Of course. Good luck. And you too. Bye. Bye. Hold up, please. نزن حاج عبدالله، نزن بابا، داغونش کردی، شیکوندیش. امانت اون فقط تنظیم میخواد. همین جوریه. مصطفی سمسا گفتن نزنی سرش آدم نمیشه. هیچی هم نشونه نمیده. اینقدر باید بزنی تا درست میشه. آها. آها. بیا، عباس شما هم حتما توی یکی از این هستی. عباس ما هم تو یکی از این هاست. تا حفظش کنه، بچه خوبیه. خدایا خودت نگهدارش باش. میگم حاجی ماشاءالله چه عظمتی دارین F14 ها. سعید میگه تازه خریدن. F14 کدومه؟ مگه هواپیما 2 در و 4 در میشه؟ F14. گوش دادی؟ F14. مگه فقط ماشینه که 2 در و 4 در داشته باشه؟ سعید میگه اینم 4 دره. بسر اگه بی ارزه یه ذره دست فرمانش خوب بود الان سوار اینا بودا. خب حتما یه حکمتی بوده، مصلحت بوده، ما چه میدونیم؟ بهت بر نخوره، مصلحت تو کار نی. اونجا گفتن کی داف طلب میشه؟ عباس شما فرده وسط نگاه نکرده یه دوست آشنایی کنارش باشه. واسم که زهرمار شدی حاج عبداللهی شیرینی. پس بازم که خراب شد. ایوه هیدرولیک دارم، از دست جدا میشم. شماره 4، شماره 1. نمیتونی تا زمان عبور از جایگاه ادامه بدی بعد بری برای نشستن؟ نگاتیو. شماره 1، شماره 4. اعلام وضعیت اضطراری میکنم. در نزدیکترین فرودگاه میرم برای نشستن. اصفهان. اصفهان اپروچ. بوغاب نمبر 4، دی کلیر ان ایمرجنسی دیو تو هیدرولیک پرابلم.
This phone approach, you are clear to line final, runway 26, left, altimeter 2992. Roger. سار فرمانده نیرو در رکاب اعلیحضرت رژه را تماشا میکردن. با من تماس گرفتن. خیلی عصبانی بودن. بیشتر از اینا رو تو حساب میکردیم. چه کار کردی؟ اشکال کنترل فرامین داشتیم سر. مطمئنی فقط همین بود؟ صدفان بابایی؟ بله سر. شانس آوردیم تونستیم بشینیم. خیلی خوب. معلوم میشه. تازگی از F-14 میرن F-5؟ حق با شما سر. اشتباه شد. آزش در گردان تا اعلام نتیجه نهایی. خوشکله. خدا شکر. تو بازداشتگاه خیلی اذیتت کردن نه؟ بازداشتگاه کدام اسبالم جان؟ یه اتاق بود دو سه ساعت نشستم توش فکر کردم بادم جان بام که آفر من داره. ولی تو بیشتر اذیت شدی. شرمنده. تنها موندی. ای جان این چقدر ایجه پیزه است آخه خدا. اسمشو چی بذاری؟ مگه نگفتی سلم؟ آره گفتم ولی آخه بعد فکر کردم دیدم خیلی بی‌معرفتی همه زحمتشو تو کشیدی. اسمش هم خودت انتخاب کن. همون سلم. سلما بانو. سلما بانو. سلما. What does it mean? عباس آنیمی پرسه سلما یعنی چی؟ اسم فرشته است. It's a special name. The name of an angel. Angel, that's cute. خیلی قشنگه. فرمی احضار فرموده بود اینجا همسر بشین. طوری شده
تو این اوضاع احوال که حرفش افتاده شاه میخواد بره، شاید یه دی بخوام پایگاه ها رو تصرف کنن. این مورد با سپهبد قرنی مطرح کردم. نظر ایشون هم همین بود که نباید اموال مردم آسیب ببینه. بله همینطور. چی دستور میفرمی؟ میخوام تا آروم شدن اوضاع مسئولیت حفاظت از تجهیزات و هواپیمای پایگاه تو به عهده بگیری. با اختیارات تمام. مسئولیت سنگینی جناب سر. اگه سنگین نبود که به تو نمی‌سپردم. بسیار. قول میدم که از اعتمادتون به من جواب مثبت بگیرم. یک سالگیش رو فوت کنه. پدر من عزیزم حاضر؟ یک نگاه کن فوت کن. دو سه فورا جونم یه دونه دیگه سه تلفن از دفتر سرنگ سلطانی. جانم سلام، شب بخیر جان سلام. چی شده؟ باشه چشم همین الان را میدونم. بیشتر میخواییم بدونیم که تحرکاتشون چقدر عمق داره و با چه هدفی دارن آماده میشن. پس یه تیم پروازی باید تشکیل بدیم. خودت یه کابین عقب و یه کرو انتخاب کن. عملیاتمون آفندیه؟ فعلا نه. خواجه‌سفر امیری بختیار زده. خواجه‌سفر فعلا اجازه پرواز نداره. از فرمانده نیرو دستور اومده. ببخشید جسارتان. چرا؟ بعدن راجبش صحبت میکنیم. فقط حواستون باشه این عملیات کاملا محرمانه است. بسیار خوب. آزاد
بفرمایید. امروز برای من از فرماندهی فرگی اومده که طبق اون طی یک عملیات ضربتی گسترده 140 جنگنده عازم عراق بشن. هدف فقط تأسیسات و پایگاه‌های تسلیحاتی عراق. در این ارتباط مأموریت پایگاه ما پوشش هوایی مرزهای مشترکمون با عراق که در این خصوص سفربند تانکر برای سوخت‌رسانی در نظر گرفته شده. لیدرها خلبانها رو در ارتباط با فرگ ابلاغی که اعلام میکنم بریف کنن. یادتون باشه چشم امید مردم ما بعد از خدا به ما سرباز هست. شدم به پایگاه مهرآباد. برای فرماندهی پایگاه اصفهان تو پیشنهاد شدیم. چه پیشنهاد جالبی. وقت با درجه سروانی به همون نمیخنده انجام سرهنگ. به دستور فرمانده نیرو با درجه سرهنگ دومی فرمانده میشی. از شما و ایشون متشکرم. ایشالا که شایسته باشم، ولی اگه میل و رغبت قلبی منم اهمیت داشته باشه هیچ تمایلی به پذیرفتن مسئولیت فرماندهی ندارم. اگه خدمت کردم به ملت مهمه، قبول این پست برات یه وظیفه است عباس. جسارتم برای پذیرفتن این مسئولیت دو تا شرط دارم. توی ارتش برای اجرای دستور موافق کسی شرط نمیذاره. عرض کردم جسارتم. چه زد؟ خیلی خوب بگو. یکی اینکه پست فرماندهی مانع پروازم نشه. دومیش خوجستفر و عبدی بتونن با ضمانت من پرواز کنن. ضمانت سنگینی عباس، ممکنه با این کار تمام سوابقت زیر سوال بره. به حال تو این شرایط باید به هر کسی که دلش با این مملکت اجازه بدیم هر کاری از دستش برمیاد انجام بده. خوجستفر عبدی با پول این ملت رفتن تحصیل کردن، دوره دیدن، برای اینکه اگه لازم شد توی همچین مواقعی بتونن خدمت کنن. تو که از پرونده عبدی خبر داری؟ به صلاحت نیست که ضمانت کسی رو بکنی که تو ماجرای پایگاه شهید نوژه دست داشته. عبدی آدم ساده یه چمسره. در موردش تحقیق کردم. پدر همسرش یکی از عوامل فرعی اون ماجرا بود. الان هم زنده. عبدی که به چوبی کسی دیگه نباید زد. جنگه. اگه هواپیماشو از زمین بلند کرد و رفت پشت سرش هم نگاه نکرد چی؟ منو دادگاهی کن. امضا میکنی؟ امضاش میکنم.
چیل دنده عقبش رو چک کردی؟ میدونی اون تو آمده؟ بریم برو بچه ها زودی باشی به ترافیک نخوریم ها محمد جون جونم خودش کب که خروس میکنه ما رو باید برم بشار دارم عباس جون ما رفت به سلامت برم جان بیای عباس جون به سلامت عباس جون باخم به سلامت به سلامت سعید جان فقط تو رو خدا مواظب خودت باش اولین پروازمه؟ اولین عملیات جنگیت احساساتی نشو بالام جان نه ترس کاری نمی کنم جای تو فرمانده پای باشم من اصلا اهل پشت میز نشستن نیستم جناب سرنگ تلفن داری ستا فرمانده نیرو عباس تو هم مراقب خودت باش لازمه سلام سرهنگ، خسته نباشی سلام جام سرهنگ، خدا قوت، حال شما خوبه انشالله ممنونم الان گزارش اومده که قراره تو این عملیات خودتونم شرکت کنید همچین قراری نداشتی جام سرهنگ، من قبلا راجع به شرایط با جام سرهنگ دلتانی کاملا صحبت کردم الان فرم پرواز پر کردم، دارم میرم آلرت حکم فرماندهی صادر شده، قید شده پرواز نکن بهتر اجالتاً این پرواز رو انجام ندید تا بعد فرماندهی نیرو تصمیم بگیره. جناب سرهنگ ببخشید جسارتاً آخه عجیب نیست که الان بنده مثلا به عنوان فرمانده این پایگاه نتونم برای خودم مجوز پرواز صادر کنم. ببین توی این نامه تاکید شده شما باید مدیریت و فرماندهی این عملیات رو عهده دار باشید. خب همین کارو داریم می‌کنیم. من تا ترجیح میدم با مسئولیت خودم در کنارشون باشم. از گوشی حضورتون سلام جام سرهنگ سلامت باشین انشالله خوبین شما انقدر کرده شکی نکن پسر حکمت اومده من که هنوز تو کارتابلم هیچی ندیدم دلمون براتون تنگ شده آقا به خدا زحمتمونو کشید نه باز حرف رو عوض نکن تو باید عملیات و مدیریت کن حسنا باشی چطوری عشقی؟ چکری بعضی وقتا یه کارهایی میکنی آرتیس بازی میکنی چطور میگه؟ چطور مگه بگم؟ آه فیلم که نیست جنگه نکنه این کارا مدرسه بگم که پشت سر تو بود آخه کجا دیدی؟ بالاخره دیگه حالت خوبه بالام جا؟ خوب خدا قوت حسنا باشی چطوری؟ بچه ها
فعلا استراحت کنی، اما استنبایی باشین تا دستور مرحله دوم عملیات صادر بشه. باشه. حسن باشین. هر وقت. سعید یاد نرو. حسن باشین. گل باشین. حسن باشین. مرحله دوم کیه؟ اگه همه چی طبق پیشبینی جلو بره احتمالاً طرفای زور. من چه دارم چی میکنه؟ چرا نمیاد پایین؟ انگار انفرادی به چسبیده. برم صداش کنم؟ بدش کنم بذار تنها بشه. خالقه من جان یه تلده سر جان قربان. محمد اومد پایین بگوی سر بره دفتر عباس. خب من رو واسه همه اون شرمنده خودت کردی جناب سرنگ. بالم جان من هنوز همون عباسم. تو مارو شرمنده خودت کردی که نرفتی خانواده تو بگی. عملیات بود اگه میشد من باشم. بایزی من میرم یه گشت بایزی. معلوم حواست کجاست؟ همه حواسم به صفحه رادار بود جناب سرور. نکنه این هواپیماها از زمین در میام و خبردار نمیشیم. میدونی با یه حواس پرتی کوچیک جناب علی چند تا خونه تو این کشور میشه آوار؟ چند تا خانواده بدبخت میشن؟ میدونی تو شهر چه قیامتی به پا شده؟ ما هیچ علامتی روی رادار نداشتیم. گزارش ثبت مسیر. تو پایگاه چند تا دیدبان بازنشسته داریم سعید؟ نمیدونم باید پرونده‌هاش رو نگاه کنم. 20 تا میشن. نمیدونم تا دو ساعت دیگه میخوام همشون اینجا باشن میشه؟ به این سرعت که نمیشه که. یه کاری کن بشه سعید جون. میخوای چی کار کنی عباس؟ تا تعیین وضعیت رادارا چاره دیگه ای نداریم مگه اینکه بچه‌ها رو تو بیابونای اطراف محل مورد نظر پخش کنیم با بیسی. اگه احیانا مورد مشکوکی دیدن سریع بتونن بهمون گزارش بدن. اینطوری شاید نقاط قابل نفوذ زودتر بتونیم پیدا کنیم. سعید جون دو ساعت من میرم دنبال پرونده ها. تو یه زنده بخوام. پس تو چایی میخوریم؟ بالا بودم بس. اما از این کلند رو من نشون میده. به جای خواست! از نو! سلام علیکم. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران در حال حاضر ارزش انجام مأموریت شما به هیچ عنوان کمتر از پرواز و انجام عملیات نظامی نیست. موظفیم کلیه نقاط کور و مسیرهای قابل نفوذ جنگنده‌های عراق رو شناسایی و خونسا کنیم. خوشبختانه با شناختی که شما از مسیرها و همچنین نسبت به جزئیات پروازهای خودمون دارید، قویاً این امید میره که بتونیم روی مساعدت و تجربه شما حساب کنیم. به یاری خدا عزممون رو جذب خواهیم کرد و سد راهشون خواهیم شد. صلوات خواهیم کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در پناه هم بفرمایید. دست شما درد نکنه. بفرمایید. نوشه جم جناب سرنگ
میشاپلات اسکرامبل اسکرامبل کارو فنا در جریان بذار سعید سعید به گوشی اسکرامبل اسکرامبل شیش تا اسکورت باشی نابا عباس شیش تا اسکورت دیده میشه. سمت 37 غربی 75 مایل با شما فاصله دارم. شنیدم تغییر مسیر به 37 غربی. کرکس 4 تغییر مسیر داد. سهند 2 پوشش. شنیدم میرم برای شکار کرکس 4. دادم. پوشش کامل تا نقطه صفر. یکی دیگه شد جدا شد. دست به دست موقعیت آلفا. مهماتشون رو خالی کردن. دارم فرار میکنن. هنوز تو رادار دارمش. داره میره سمت سهند دو. سهند دو مواظب باش پشت سرته. استفا بگیر حسین جان استفا بگیر. نمیبینمش نمیبینمش حسین. حاج آقا هر امری بیشتر خدمت هستی. سلامت باشی. سلام نگذر. سلامت باشی. سلامت ما رو از خودت بدون آقا. سلامت باشی. امری بود در خدمت هستی. عباس من میترسم. از چی؟ خیلی نگرانتم. همسر یه خلبان باید خیلی شجاع‌تر از شوهرش باشه. اینقدر نگرانتم که وقتی بهم نمیگی پرواز داری هم میفهمم که پرواز داری. حتی میتونم از بین هواپیمای تو آسمون هواپیمای تو رو بشناسم. وقتی از زمین بلند میشی تمام تنم میلرزه. اینجوری زود از پا میفتی. من دوستت دارم. خب موضوع همین است دیگه بالام جان. باید یه خورده کم تر دوستم داشته باشه. یعنی چی این حرفا چیه میزنی عباس؟ جنگ واقعیت ولیه. نمیخوام بعدا خیلی اذیت بشه. میتونستم در کنار پدر مادرم با آرامش زندگی کنم. هجر تو از بین نبر ملیه. یه خواهشی ازت دارم. جوابمو نمیدی. گوش میکنه. I
از این بعد ممکنه هر روز اجلاهای تازه تو این پایگاه برپا بشه. خواهم هوای خانواده هاشون رو داشته باشی. اگه میتونی وقت بیشتری براشون بذاری. اینطوری هم برای تو خوبه هم برای من. یه هواپیمامون از دست دادیم، هیچی هم عایدمون نشده. تو جای من بودی چی کار میکردی؟ من با امضا کردن برگه استعفات هیچ مشکلی ندارم. من راه حل میخوام. اگه برای رسیدن بهش مجبور بشم برکنارتم میکنم. مطمئن باش یه لحظه معطل نمیمونم. من فقط 72 ساعت از شما وقت میخوام. فقط 72 ساعت. حمله بعدی اتفاق بیفته من نه جلوی بالایا میتونم سرمو بالا نگه دارم نه مردم. باید هر جور شده جلوشونو بگیریم. میتونی؟ نتونستم برگه استعفامو شخصا تسلیم میکنم. پروازو برای همیشه میذارم کنار تیمسار. من باید در جریان همه ی برنامه هاتون باشم. عباس، این آخرین باریه که بهت اعتماد میکنم. از اعتمادتون ممنونم. موفق باشی. خداحافظ. یا علی. شاید بدون اغراق 40 تا مخزن توی منطقه افتاده بود. قریب به یقین هر سه بار از همین مسیر نفوذ کردن. خب تکلیف چیه؟ رای به امیدتا سه تا تیم میشیم تو این مناطق، تو ارتفاع بالا گشت میزنیم. به محض اینکه اومدن میرسیم بالا سرشون. این عقاب، عقاب یک، عقاب دو. سه هدف روی رادار مشاهده میکنم. از سمت 27 غربی وارد شدن. اهداف تایید میشه. از مسیر ای رد میشه. بسم الله بچه ها، بیرید طرفشون، همونشون ندید. در امان خدا. شنیدن میشه. خروج نفت ما رو به کل بگیرن و نذارن از خلیج فارس خارج بشه. اینجوری شاهرگ حیاتی ما بسته میشه. عباس قوه تری داشته باشیم نذاریم اتفاق بیفته. باید فکر بکن. رو طرحش من کار میکنم. اما اجالتا تا اون موقع منطقه باید از پوشش هوایی مناسبی برخوردار بشه.
فرماندهی اسکادران اسکورت رو میخوام تو به عهده بگیری. جانم بس کن. الو سلام، روز بخیر تیمسا، حال شما خوبه انشالله؟ بله بله، برای چهارشنبه. تیمسا جسارتا مطلبی هست که میخوام خدمتتون عرض بکنم. راجع به پیشنهادتون خیلی فکر کردم، برای سمت فرماندهی نیرو که البته به حال شما به من لطف دارین، اما اجازه میخوام که جناب سرهنگ ستاری رو خدمتتون پیشنهاد بکنم. عباس عباس، به هر حال به لحاظ توان مدیریتی و تخصص ایشون از من خیلی شایسته تر هستن. صحیح میفرمایید، ولی من روحیه‌ام بیشتر عملیاتی تیم سر. میخوام انشالله بتونم خودم تو هر عملیاتی شرکت بکنم. شما لطف بفرمایید با ایشون مطرح کنین، اگر تمایل داشتن و انشالله قبول کردن من هر امری داشتن در خدمتشون هستم. برای توضیح بیشتر میرسم خدمتتون. سلامت بشین انشالله. یا علی، خدا نگهدارش. چرا اینجا وایسادی؟ من دارم از دکتر میام، آنجا رو اینجا دیدم، وایسادم تا تو بیای. منم از بیخبری دارم دیوونه میشم، هیچ جا آروم و قرار ندارم. ملیه منم تو دل شوره دارم. مامان باز این محمد گشنه شد. بیاییم بریم تو معلوم برم. میگم از امیدیه چه خبر؟ از صبح تا هر جایی بگیم من زنگ زدم، یه اطلاعات درست حسابی به آدم نمیدن. همه خطای ارتباطی پایگاه امیدیه هم قطع شده. بیای ستایی بریم تو، باز پیش هم باشیم کمتر فکر و خیال میکنیم. سلام علیکم. سلام علیکم. از امیدیه خبری داری؟ نه، یه عرض با شما داشتم، بی زحمت تشریف بیارید. از پایگاه ما 7 شهید، میخواستم یه خواهشی کنم، زحمت یکیشون شما بکشین، بقیهشو خودم میبرم. کیه؟ اجازه بدید من برم. چندمین باره که از زیر قرآن ردت میکنم و پشت سرت میدوزم. بعضی چیزا تکرارش هم دوست داشتنیه. واقعا به هم آرامش میده. بعضی چیزا تکرارش خیلی دوست داشتنیه. دوست دارم سالگرد ازدواجمون حتما باشی. میام بابا. هدیه چی میخوای برات بیارم؟ از آسمون؟ آره اونجا همه چی هست. آب، بارون، خورشید، جوجه کلاغ. نه خودتو. به همون جوجه کلاغ. یه مدت خیلی تلخی کردم، اذیت شدی، ببخشید. هر شیرینی تلخی خودشو داره. یعنی من و تو. با اجازه.
ای کاش اجازه پروازت هم دست من بود. یعنی فرماندم بودی؟ خب نرم برگردم. هپی لندینگ. روشت کنیم. اینه آقای فرمانده. نکاتی هست که در مورد اهمیت انجام این عملیات میباید خدمت شما همرزمان متذکر بشم. تهدید اصلی هواپیماهای سوپرتاندارد و موشکهای اگزوست که اخیراً محرمانه از جانب غربی ها در اختیار عراق قرار گرفت. نکته خطرناک همینجاست بچه ها. عراق اگه موفق بشه این کاروان از کشتی‌ها مورد اصابت قرار بده، اون وقت در واقع موفق شده علیه ما جنگ روانی را بندازه. اوضاع مردمی که تو مضیقه کالاهای ضروری هستن هر روز وخیم‌تر میشه. به خصوص به اقشار کم درآمد فشار بیشتری میاد. و این یعنی تضعیف روحیه ملت. و این ملت اگه روحیه‌شو از دست بده ما جنگو باختیم. نکته‌ای که مؤکداً روش پافشاری و اصرار دارم حفظ آرایش تدافعی پرواز در حین انجام عملیات. بنابراین به محض رعایت این ما نیستیم که برای درگیری پیش قدم میشیم. در واقع دستور شلیک برای زمانیه که اونا به محدوده قرمز نزدیک شدن، یعنی اینجا و اینجا، یعنی جایی که به راحتی بتونن کشتی‌ها رو مورد اصابت قرار بدن. در اون صورت امونشون نمیدیم. ولی موضوع این عملیات و هدف اصلیش حفظ و به سلامت رسوندن کشتی‌ها به بندرگاه انشالله. شاهین یک، شاهین دو ورودی شرقی منتظر بود. پوزیشن دفاعی کماکان حفظ میشه. اگه هدفی داشتین تا مزاحمت ایجاد نکرده درگیر نمیشین. به محض اینکه وارد خاکمون شدن با دستور من عمل میکنم. شنیدم، اجرا میشین. موفق باشین. عقاب یک آشیانه، 4 هدف در رادار دیده میشه. سمت 45 غربی. دارم به مرز نزدیک میشم. اهداف تایید میشه. عقاب دو ادامه مسیر. آرایش تدافعی. به محض عبور از نقطه صفر و نزدیک شدن به منطقه قرمز امونشون نمیدیم. عباس جان از مرز عبور کردن. آقا به یک دستور چیه همچنان آرایش دفاعی؟ با همون چقدر فاصله دارم؟ دو دفعه فهم باید. بیریم پشت سرشون. حالا شنیدم، اجرا میکنم. دوباره بزن، دوباره بزن. عباس
چرا معطلی؟ بزنش. جوی سیت جواب نمیده. میام سمتت، میام طرفت. حسین یه کاری بکن، پشت سرمونه. میریم بالا، ارتفاع میگیریم، میریم بالا. کرده رومون شلیک کردی آبول فرس
سعید؟ عباس رفت. سعید رفت. چی شده؟ بچه های سپاره تو نهر جسه محاصره کرد. کامان پست رو بس کن. نکنه میخوای خودت بپری؟ تغییر برنامه داریم. شخصا میام میگم. آره. منطقه رو مه گرفته. قبلا خودم تو این شرایط پریدم. ریسکش بالاست. نمیذارم کسی رو به خطر بندازم. عباس شما این همه خلبان داریم. مرتب از بالا تذکر داده میشه عباس بابایی نپره. روی زمین بهش نیاز داریم. مصطفی جون. الان وقت این حرفا نیست. دیر برسم قلقمشون کردم. سلام. میگم آقا عباس این عراقی ها ما رو نکشن تو بالاخره با این کارات به ما سکته میدی. یه برای چی هست منم تو بزرگ شدی دیگه زشته همه از خوشحالیه. خوشحالم که سالم برگشتی. چه خبر؟ سلامتی. قبل از اینکه برام گزارش بدی سریع برو بالا به ستاری زنگ بزن. منتظر تلفن بود. خیلی نگران بود. گفتی بهش من کجا؟ اجازه هست؟ Thank you.
عباس جان من خداحافظی میکنم، هاش خانومتون اومدن، ایران میبینمت. یا حق، خدا حافظ. الو ملیحه جان. الو. سلام. سلام حاج خانم. قهری با عمر نمیزنی؟ خیلی منتظرت شدم عباس، نیومدی. یعنی دیگه نمیخوای منتظر باشی؟ میدونم دیگه نباید منتظر باشی. والا ما که شرمنده یه للعبدی شما هست. حالا خدا رو چه؟ اوضاع خوبه که؟ خوش به حالت. جای منو خالی کردی؟ دعا کردی واسه؟ خیلی. بچه‌ها خوبن؟ بهانه‌گیری نمی‌کنن؟ نه خدا رو شکر. تو اینجا پیش زندایی خوبه خوبه. خیالت راحت باشه. نگران نباش. من از دست تو چیکار کنم عباس؟ به خدا پناه ببر ببم جان. بعدش هم منو ببخش. خانم حکمت. الو میه. الو ملیحه جان. منو صدا زدم باید برم. ملیحه داری گریه میکنی؟ باش برو دیگه که جانم. نمیتونم ازت خدافظی کنم. من همیشه کنارتم. خداحافظ. یه پدافند خیلی قوی تمام منطقهشون رو پوشش داده. پرواز به اینجا یه جور بازی با مرگ. چی شده تیمسا؟ این سکوها رو امروز باید بزنیم محمد جان. امروز؟ چی میگی عباس جان؟ تو امروز خیلی خسته ای. به نظر من که اصلا صلاح نیست امروز این عملیات انجام بدیم. نگران نباش، میدونم دارم چی کار میکنم. جسارت نکردم، اما خب امروز عید قربانه. فکر نمی کنی حداقل بذاریم بره فردا؟ اتفاقا چون عیدیه باید بزن همین امروز. زدن این سکوها اولین اولویت نیروی هوایی. موفق بشی موفقیتش هدیه به مردم. دیوالی بسم الله. شب بسا با ایشالله از خجالت این مردم در میریم. رسیدیم به نقطه کور راداریشون. چند دقیقه دیگه بالا سرشون. باید ارتفاع کم کنیم. منطقه کوهستانیه، ریسکش بالاست، اما چاره ای نداریم، میریم پایین. سیستم آفنده چک نهایی شد و آماده است برای حمله. پشت این رشته کوه بالای سرشونه. امونشونه. بسم الله. الهی با امید تو. پدافندشون را افتاده. ارتفاع بگیم. ارتفاع بگیم.
فعلا به خیر گذشته باز جان. دورشو میزنیم. موشکشون چرخی طرف مونی نزنیم کردیم. حالا عیدت مبارک، نوش جونت. ممنون عباس جان، عید شما هم مبارک. با اجازتون برمیگردیم پایگاه. به من که خیلی داره خوش میگذره، تو چی؟ در کنار شما به ما هم خوش میگذره. اونجا رو محمد جان یه خود بریک کن، برای از پایین بهتر ببینیم. به روی چشمم. به به، ببینی چه بهشتی زیر پامون. این بیابونا رو میگه عباس جان؟ آن کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند. دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه ی تو هر دو جهان را چه کنی؟ یا بلپس زدنه بود عباس، کنترل ندارم عباس، صدامو میشنوی؟ داریم میخوریم به کوه عباس، تو رو خدا جواب بده. کاروان کاروان شاهین، اعلام امرجنسی میکنم، تقاضای فرود اضطراری دارم. Ha ha ha.
دبستانی کجا داریم میریم؟ داریم میریم قزوین. عباس رو با هلیکوپتر بردن امامزاده حسین. تو رو خدا بگیم برگرده. من میخوام با عباس باشم. میخوام باش حرف بزن. دیسپچ شاهین، دیسپچ شاهین، موقعیت مسیر، به هلیکوپترش شهید بابایی بگید برگرده. تمام. Thank you.
عباس عزیز، شوق و عاشقانه های من باقی است تا دیگر بار در شکوه پای مردی و رسای تو و یاران پرکشیدت باز هم به سراییم. مهر و پاک بازیت بیگمان هماره در خاطرمان جاری است.